نمیخوای یه چیزی بخوری؟ با این نستا؟ چرا حاضر نمیشی قبل اینکه هوا تاریک بشه بریم خونه زهرا؟ حامد، فردا صبح میرفتیم بهتر نبود؟ خیلی خوب. مشکل اوناست که شبا کار نمیکنن. حالا صبح اول وقت که بریم میبینیم دکترا میان دونه دونه کارت میزنن. میخوام خیالم راحت بشه. نمیخوای لباستو عوض کنی؟ مریم جان عجله کن، غروبه. چیزایی که لازم داری من بردار. هم شناسنامه هم پول. چند بار میپرسی همه؟ چرا انقدر نگرانی؟ بیا. من نگران نیستم. مطمئن باش این دفعه میشه. آروم باش. خب؟ دکتر خودش گفت میشه. نه؟ اینو بگیر نیفته بده من. تو هر اسمی بگی همون میشه. یه اسم بگو.
بله. خانم دکتر، جسارتاً میخوام در پایین قفل کنم. باشه. آقا صدای منو میشنوی؟ بله بله، میگم نبض داره. بله بیهوشه. تنفسش طبیعیه؟ تنفسش طبیعیه. بله، آخه ما چاره دیگه ای نداشتیم، اونجا موبایل آنتن نمیداد، همین کارو میکنیم. نزدیکترین اورژانس جاده. خواهش میکنم چند لحظه بشید. سعی ببرش و سسته کنیم. الان میتونید برید، فقط شاید بعداً به شهادتتون احتیاج باشه. ممنون. بشین یکم استراحت کن. طوریم نشده که خسته شدین شما، بسه دیگه، برین تو رو خدا، من دیگه مزاحمتون نمیشم. میمونم تنهایی. آخه کاری نمیتونیم بکنیم که. زنگ زدن برادرش تو راهه، میرسن الان. محمود بودم هم خودم بخش داداشه خودم بابا. زور با مؤسسه‌شون تماس میگیرم، یه نفر دیگر هم برای کمک بفرستن. اینطور خیال خودم هم راحت تره. چقدر دیر کردی نسرین؟ سلام. ببخشید دیر شده، کار بانکی داشتم طول کشید. سلام خانم جون. ببخشید دیر شده خانم جون.
الو سلام. سلام. رفتن منو که میدونستی. تلفن زدن های سر وقت منم که میدونستی. جواب ندادن های تو رو من نمیدونستم که حالا فهمیدم. حتماً نباید در مورد علت بپرسم. اگه میخوای بگی نگرانمی که هستی منم قبول دارم. من تحویل کار داشتم که جواب ندادم. حالا الان در خدمتم. مثل اینکه حوصله‌ام نداری. نه معذرت میخوام، خستم، یکم خوابم به هم ریخته. خیلی خوب، یعنی نگران نباشم. پس من نصیر زنگ میزنم که صحبت های معمول هر روزمونو بکنیم. کاری نداری؟ من خودم بهت زنگ میزنم. خدافز. بله. هی کم یه بسته داری. سلام. سلام. زمانش حدودش 6 صبح بوده. تا ظهرم جنازه رو تحویل گرفتم. بردم پزشک قانونی. اگه اونجوری که شما میگید خودتون رسوندینش، پلیس مشخصاتتون رو داره. با شما تماس میگیره. ولی من فقط آدرسشون رو میخوام. باور کنید مقدور نیست. قانونه. خانم دکتر جاهد امروز نمیان، عملشون کنسل شده. خب نمیدونین کی میان یا چطوری میتونم پیداشون کنم؟ شما فردا یه تماس بگیرین. شماره بیمارستان رو دارین؟ بله. ببخشید من باید برم سالن اجتماع. هستی تو؟ صبر کن منم دارم میرم.
غم نبینی ان شاء الله. ممنون از شما. زنده باشید. خدا نگهدارت. میخوام کارمو کم کنم. عصرا نمیرم بیمارستان. تو که کارت خیلی دوست داشتی. میخوام مطب خودم رو بندازم. حلقمه بدی. بیا مامان. اتفاق افتاده؟ ببین الان فقط یه تاثیر رنگ لازم. ترانه، هومنه. حالا یه پرینت ازش بگیر. این خوبه؟ این مربوط به سمیراست، به خودش نشون بده. چی شد؟ بیبش، حالت خوب نیست؟ خانم ریایی. مریم، معلوم است شما کجایین عزیزم؟ سلام خانم دکتر. سلام، چرا سر وقت عمل نیومدین؟ چی شده؟ میگم براتون. بریم. آی، ببخشید. خوبی؟ همسرت کجاست؟ بیا ببینم، بیا ببینم چی شده، بیا. اینجا این مراجعه میفرمایید؟ ایستگاه پرستاری، اون قسمت کتابخونه محل نگهداری مجموعه مقالات علمی، همینطور کتاب های نوروز پزشکی. همش یه اشتیاق بود که اون نامه و تلفن شما به وجود آورد. بیشتر از من اون سر از پا نمیشناخت. دلداری میداد که آرومم کنه. خودش نبود. من مطمئن بودم که میشه. یعنی به دلم افتاده بود که این دفعه دیگه میشه. گفتیم شبونه را بیفتیم که مثلا صبح زود واسه عمل اینجا باشیم. تو جاده داشتیم به اسم فکر میکردیم، ولی دیروز همه چی واسه اون تمام شد. من میدونم خیلی سخته، فقط باید صبر کنیم. نمیدونم سردی خاک میتونه همه خواستای یه آدم رو تموم کنه یا نه. این خاک مزار اونه که دامن منو گرفته. من فقط یه روز دیر اومدم، همه چی ما از دست دادم، ولی تو رو خدا دیگه شما بهم نگه خانم دکتر که همه چی بوده. یه موقع این خاک تو سرم میشه. منظورتو نمیفهمم مریم. من اومدم اینجا فقط یه چیز بهتون بگم. میخوام عمل انجام بشه. یعنی چی؟ میخوام بچه دار بشم.
چی میگی مریم؟ تو داری احساسی تصمیم میگیری، خودت میفهمی؟ آخه به غیر از من کی میتونه بفهمه؟ تازه اگه دیر نشده باشه. تو میخوای از شوهر مرحوم صاحب بچه بشی؟ بله. این اتفاق قرار بود بعد از این همه مداوا بیفته. من و شما نباید بذاریم مرگ یکی جلوی تولد یک کسی رو بگیره. بله. ببخشید خانم، دکتر کسرو زنگ زدن میخوان شما رو تو دفترشون ببینن. بسیار خوب. من مزاحمتون نمیشم، بیرون وای میستم منتظر جواب. سلام. ببین مریم، الان مغزم خوب کار نمیکنه. تو همینجا باش، من میرم برمیگردم. خیلی خوب. بذارینش اتاق بغلی. سلام. سلام. بفهمید. گفتم وسایلی که جلوی فکر کردن یه مدیر رو میگیره بفرستم بیرون. تو این مدت هیچ تغییری نکردی. ولی شما یکم چاق شدین. این که تو جلسه معارفم نبودی میتونه معانی مختلفی داشته باشه. نتونستم بیام. میخوام بدم اینجا رو یه سری قفسه کتاب بزنم. این کتابا که من این همه مدت همه جا با خودم بردم، ارزشش به یاد داشته یه که توی صفحه اولش نوشته شده. این دستخط تو میشناسی؟ بله. بازم میخوای رسمی حرف بزنیم؟ بالا تو اتاقم یه بیمار منتظره. شما منو دعوت کردین نظرمو در مورد قفسه ها بدونین. مثل اینکه برای چیزای دیگه قسم خوردیم، نه؟ نوشین، من خودم نخواستم اینجا بیام. مجبور شدم قبول کنم. این چه حرفیه میزنین؟ من که چیزی نگفتم. ما فقط دوتا همکاریم. من به سهم خودم اومدنتون رو اینجا تبریک میگم. مطمئنم بهتر از شما کسی نمیتونه اینجا رو اداره کنه. این مرکز آینده خوبی داره. مثل همیشه آینده برات مهمه، چون هنوز نیومده. اما من میخواستم در مورد گذشته صحبت کنم. خیلی خوب. الانم داری وادارم میکنی قبول کنم یه مسئولیت اجتماعی دارم که باید انجامش بدم. یک کمی به این آدم فکر کردی؟ مگه به جز آدم ها میشه به چیز دیگه هم فکر کرد؟ منظورم خودم بودم و تو. بهروز، چی داره اذیتت میکنه؟ گذشتت، این کتابا، قفس بندیشون، صفحه اولشون، چی؟ خاطرات زندگی با تو. من دیگه همسرت نیستم بهروز. ببخشید خانم دکتر. تو ببخش عزیزم، معطل شدی.
ببین، این کاری که تو میخوای بکنی تا حالا سابقه نداشته. من نمیدونم قانونیه، قانونی نیست. بعد یکم صبر کنیم. دیر نشه. مگه نباید توی یه شرایط خاصی؟ دیر نمیشه مریم. الان شرایط تو فرق میکنه. خب عوض شدن شرایط من چه چیزی رو برای شما عوض کرده؟ راستش من میخوام در مورد تصمیمت یکم بیشتر فکر کنی. من فکرامو کردم. میخوام دفعه بعد که میرم سر خاکش بچه‌شو تو وجودم احساس کنه. مریم، به من یکم فرصت بده. باید با چند نفر صحبت کنم. خب؟ من فردا میام. درزه من مدارکو گم کردم. امشب کجا میری؟ میرم بیمارستانی که پریشب اونجا بودیم. شاید بتونم مدارکو هم اونجا پیدا کنم. خب شاید بیا خونه ما. نه ممنون، مزاحم شما خانواده نمیشم. همچین خانواده‌ای هم در کار نیست. من و مادرم هستیم. آدرسو برات می‌نویسم. آخه اینطوری شرمنده میشم خانم دکتر. شرمنده نشو. برای شما منتظرتم. ممنون. خدافظ. خدافظ. سلام، سمت راست. من رفتم تا اون بیمارستان. خبر اتفاقی که شنیدم خیلی ناراحت شدم. فکر کردم وسایل رو بیارم اینجا پیش شما. شما هنوز بهشون دسترسی دارین دیگه؟ اتفاقا تا نیم ساعت پیشم اینجا بود. خیلی هم حال و روز خوبی نداشت. دلم می‌خواست ببینمش. توی اون کیف یه مقدار زیادی پول هست. باشه. این کیف پول پیشتون بمونه. من مدارک رو نگه میدارم. فقط یه تلفن تماس بهم بدین که بگم باتون تماس بگیرم. این شماره تماس منه. مرسی. کیفم پیش شما باشه، من خیالم راحت تره. ممنون. فعلا خداحافظ. خواهش میکنم. خداحافظ. ببخشید خانم دکتر. جانم. من یه سوال داشتم. میخواستم ازتون یه راهنمایی بگیرم. شاید شما بتونین کمکم کنین. البته نمیخوام از موقعیتی که پیش اومده سوء استفاده کنم، اما من حاملم. خب به سلامتی. بالاخره یکی اومد روی این صندلی نشست گفت من حاملم. مبارک باشه. ممنون. اما من میخوام سختش کنم. ببین عزیزم، اینجا یه مرکز درمان ناباروریه. بعد شما اومدی میگی که من میخوام بچه‌مو سخت کنم. من نمیفهمم. آدم ها دلایل خودشونو دارن. اونا برای بچه دار شدن، منم برای بچه اولتونه. همسرتون میدونه؟ اون شهرستان کار میکنه. مشکل داری؟ مسئله اون نیست. ببین خانم دکتر، الان برای من وقت مناسبی نیست. من دارم تو کارم پیشرفت میکنم. دکترها قبول شدم. 10 جور پیشنهاد کاری دارم. باید برم سر کلاس. نمیتونم دائم یه نفر رو کول کنم. من 5 سال دیگه این انرژی رو ندارم. عزیزم تو که نمیخواستی باید احتیاط میکردی. میدونم، ولی حالا کاریه که شده. متاسفم. من نمیتونم کمک بکنم. نمیتونین یه نفر معرفی کنی؟ ببین من شرایطتو درک میکنم. روزای اول آدم باورش نمیشه.
اصلا نمیتونم بهش فکر کنم. ممنون. خداحافظ. بهتر بهش فکر کنی. اون الان وجود داره. شاید خواست تو نبوده. ولی الان دیگه وجود داره. خداحافظ. آقا پسر. سلام. سلام. طوری شده؟ نه فقط اشکی خونمونی. رفتی بالا؟ هرچی زنگ زدم کسی جواب نمیده. کلید نداری؟ گم کردم. خب بیا بریم پیش من. نه مزاحمتون نمیشم. مزاحم نیستیم. بریم یه یادداشت برای مامان بابات بذاریم پشت در، بعدم از خونه من میتونی بهشون زنگ بزنی. بریم، نگران نباش. بفرمایید. خوش اومدی. شربت میخوری؟ چرا نمیشینی؟ اسمت چیه؟ علی. کلاس چندمی؟ چهارم. میخوای به مامان بابات یه زنگ بزنی؟ کدومشون بر نمیده. خب بیبی نداره، نگران نباش، حتما کاری برشون پیش اومده، اگر نه تو رو که یادشون نمیره. اگه درس داری بشین درساتو بخون، منم کلی کار دارم و یه روب دیگه بهشون دوباره زنگ میزنیم. باشه؟ ببخشید خانم، دستشویتون کجاست؟ دستشوی خونه خودتون کجاست؟ خونه ما شکلش به خونه شما فرق کنه. خب دستشوی خونه ما اونجاست. بله. سلام. ببخشید شما چند دقیقه پیش با شماره من تماس گرفته بودی؟ شما با علی نسبتی داریم؟ من پدرشم. شما؟ من مصطفیم، همسایتون. علی خیلی نگران شماست. کجاییم؟ ببخشید خانم، تو رو خدا خیلی لطف کردید. حال خانمم خوب نبود، بردمش بیمارستان. اگه میشه پیشتون بمونه یکی دو ساعت دیگه برمیگردیم خونه. فقط لطفاً بهش نگید
علی نمیدونه مادرش مریضه. آخه ایشالا زودتر خوب شن. خیالتون راحت باشه، علی پیش من میمونه تا برگرد. خیلی ممنون خانم. فعلا خداحافظ. علی دیدی بی خود نگران بودی؟ پدرت بود گفت زود میاد دنبالت. آنو میشه به من دیکته بگین؟ آره چرا نمیشه، فقط میخوای قبلش یه چیزی بخوری؟ بفرمایید. سلام. سلام. میخواستم باهاتون مشورت کنم. یکی از بیماره من توی شرط ویژه قرار گرفته. نمیدونم با چه تصمیم بگیرم. متشکرم خانم. لطف کردید. خداحافظ شما. بریم پسرم. سلام، من جاهد هستم. خاطرتون میاد؟ بله سلام خانم دکتر، خوبین؟ خواستم بگم امشب مریم میاد خونه ما. اگه شما هم دوست داشته باشین میتونید تشریف بیارید. نمیدونم آخه فکر کردم شاید مریم خوشحال بشه از اینکه کسی رو که بهش کمک کرده ببینه و حالا ازش تشکر کنه دیگه. باشه، یه دقیقه اجازه بدین. بفرمایید. سلام، بفرمایی. یه مهمون داریم که خیلی هم غریبه نیست. فکر کردم بد نیست ببینیش. خواهش میکنم. از این طرف. فکر میکنم دیگه احتیاج به معرفی نداشته باشین. سلام. سلام. تسلیت میگم. تولد اون بچه هم سرنوشت منه. مثل مرگ حامد. ما هر دومون با همون بچه رو میخواستیم. شاید یه دلیلی بوده که من تو اون تصادف زنده موندم. برای همینم میخوام و باید اون بچه رو به دنیا بیارم. ولی اگه فقط شما کمکم کنین. در مورد کمک من شک نکن. اما میشه این ماجرا رو یه جور دیگه هم دید. چطوری؟ که به یه زندگی دیگه فکر کنم؟ آره. شما به دور و بر خودتون نگاه کنین. بعدم مدل زندگی منو تو اونجایی که هستم تصور کنین. ببخشید من دخالت میکنم، اما شرایطی که تو داری معنیش اینه که از حالا به بعد تنهایی باید با مسئله که برات پیش میاد کنار بیای. که خب سخته، از مسائل اقتصادی بگیر تا آموزشش. میتونی به راحتی میل به مادر شدن رو با یه چیز دیگه جبران کنی. خب با چی میشه عوضش کرد؟ اینکه کسیو که دوست دارم حالا فراموش کنم، به یک کس دیگه فکر کنم. من این روحیاتو دوست دارم،
ولی الان صحبت از یه بچه است که میخواد به این دنیا اضافه بشه که پدرم نداره. خب ببین، تو این موقعیتی که الان توشی، تو الان عزاداری، نمیتونی راجع به تصمیمی که میگیری مطمئن باشی. من دقیقا برای همینه که میخوام یه همچین کاری بکنم، چون فقط همین کار آرومم میکنه. ولی نمیدونم شما چرا میخواین منصرفم بکنی خانم دکتر. اشتباه نکن مریم جان، من فقط میخوام بعدم پشیمون نشی. هر روز سر کلاسام بزرگ شدن شاگردامو میبینم، چیزایی که یاد میگیرن. آخر سال یاد روز اولشو میفتم که چقدر کوچولو بوده. منم دارم با اونا بزرگتر میشم دیگه، اینقدر که دیگه شاید دیر بشه برام. من یادم چند بار تو زندگیش عاشق میشه. اگه موافقی بریم یه چای بخوریم. بریم. این یه مورد استثناست، نمیدونم حق و تکلیف چی میشه. چی باید بشه آقای دکتر؟ اون جنینا پدر داشتن و یه مادر. ما با خواست خودمون اومدیم اینجا، یعنی نیت در زمان زندگی ایشون شکل گرفته. چه تکلیفی بالاتر از اینه که ما خواستیم یه موجود زنده به وجود بیاریم؟ به این فکر کن، اگه یه روزی در مورد تاریخ تولد خودش یا تاریخ فوت پدرش ازت سوال کنه بهش چی میگی؟ من نگران آینده‌ام. بچه من وقتی به دنیا بیاد پدر نداره، ولی من یه معلمم. احساس میکنم میتونم به نیازهای بچه‌م جواب بدم، ولی فقط به نیازهای اون، هر چی که بخواد. نمیتونم به چیزایی که عرف نیست و کسی هم نمیخواد چیزی در موردشون بدون جواب بدم. الان فقط مادر شدن من به واسطه اون مهمه. میدونم خودخواهیه. از لحاظ قانونی مشکلی داره؟ هزینه بره؟ نه نه، اما باید یکم صبر کنی. تنها کاری که من میتونم در این شرایط انجام بدم اینه که بگم جنینا رو فریز کنن. اینطوری میتونیم با عجله تصمیم نگیریم. شما هم زیاد نگران نباشین، من باید یک کمی در مورد مسائل شرعی و قانونیش تحقیق کنم. زیاد طول نمی کشه. نگران نباشین خانم شریفی. خواستین منو ببینین که بهم بگین برای عمل که قرار بود فقط یه کم زودتر اتفاق بیفته قانون جلومه؟ که اینطوری منصرفم کنین چون سرپرست نداره؟ آقای دکتر، جسم کوچیکی که تو آزمایشگاه شما تولید شده در حقیقت متولد شده، الان دیگه وجود داره. با این قوانین جلوشو نگیریم. نمیفهمم اصلا برای اون آینده بچه‌ای که اصلا وجود نداره چرا باید مهم باشه. دکتر راست میگفت، همین الانش هم باید هزار تا دلیل و مدرک راجب تاریخ تولد بچه برای در همسایه جور کنم. دارم یه جنگ رو شروع میکنم، نه شما نه قانون
هیچ کس. تک و تنها. شاید مجبور شم یه مدت برم یه جای دیگه زندگی کنم. بعد با تمام اینا؟ با وجود اونه که همه اینا رو نمیبینم. تو رو خدا یه کاری بکنین خانم دکتر. من به جای اون جنین داره سردم میشه. ببین بابت اون جنین خیالت راحت باشه. حتی چند ماه بعدم امکانش هست. خیالم راحت نیست. ولی باید برم. با اجازتون. به سلامت هستی. نمیتونم از این ساختمون دل بکنم. احساس میکنم اینجا خود منه که یه جنین رو تو وجود خودش داره. نگران نباش. زندگی همیشه یه راه حل پیدا میکنه. چیزی میخواستی؟ نه. میدونم. ولی بعضی وقت آدم این شرایطو نداره که بتونه تلفن جواب بده. شرایط قبول تا وقتی که از بیرون باشه. ولی تو آدمی نبودی که تحت تاثیر شرایط بیرونی قرار بگیری. من هیچ فرقی نکردم. فکر کنم تو به خاطر این مدتی که نبودی صبر و تحملت کم شد. خب چرا مرخصی نمیگیری یه چند وقت بیای خونه؟ البته من قول نمیدم کارمو کم کنم بمونم خونه. دلم می‌خواست جای تو بودم، انقدر به خودم فکر نمیکردم. ترانه؟ ترانه کیه؟ همون گرافیست و مدیر پروژه‌ای گنده‌تر از خودشو میگی؟ همون که دار و ندارش استعدادی بود که داره از دستش میده؟ کیو میگی؟ بس اتفاقی افتاده که نمیخوای بگی؟ نه فقط این مدت واسم خیلی طولانی شده. الانم ماشین اومد باید برم. شب بهت زنگ میزنم. خدا حافظ. کجایی تو مادر؟ سلام مامان. علیکی سلام. دختر اقلن دو روز میموندی تو خونت. شاید مردم میامدن دیدنه. من صد تا دروغ ردیف کردم گفتم. مادر من، گفتم که این کار بعد توی زمان خاصی انجام میشد. انجام شد؟ نه. دکترم حرف شما رو زدن. خدا رو شکر که تو حرف یه نفر رو گوش کردی. حتما خودشون پرسیدن گفتن که همچی چیزی تو عمرشون نبوده. آره. یه همچین چیزایی گفتن. مریم جو چرا نمیفهم؟ مگه تو چند سالته مادر؟ چند وقت دیگه که خاک حامد سر شد هزار تا خواستگار میاد سراغه، اما نبا یه دونه بچه اونم اینجوری. من خیال ازدواج ندارم مادر. نداری که نداشته باش مادر، اقلا فکر آبروی ما باش. فکر کن ما فردا باید بگیم این بچه از کجا اومده.
آخه شما که مادرم اینطوری حرف میزنی من از بقیه چه توقعی دارم؟ بقیه هر طوری که دلشون میخواد بذار فکر کنن، هر کس هر چی دلش میخواد بگه بذار بگه. اون شبی که حامد کنار جاده افتاده بود یکی اومد ببینه من چه حالی دارم؟ کاش اون شب منم با حامد مرده بودم. اگه دکترها قبول کنن و کاری رو که میخوام بشه اینجا رو میفروشم، میرم خودم منتقل میکنم. به خانواده حامد گفتی؟ بالاخره هر چی نباشه پسرشون بوده، اینم نوش میشه. پس فردا که پای ارث میراث وسط بیاد چی جواب داری بدی؟ ها؟ از اون گذشته دختر جون، تو میون این همه آدم چجوری میخوای تک تنها زندگی کنی؟ آی خدا، ببینید مریم شریفی جریم فیکس شده. بله، صبح مدیریت همه هنگ کردن، کارشون انجام شد. ممنونم. خواهش میکنم. سلام. سلام. مریض تو خیلی دوست داری که به کارهای فیروز کردن جنینمون نظارت میکنی. اینطوری دارم ستایشش میکنم. چرا سعی نمیکنی اونو منصرف کنی؟ تو که این کار خوب بلدی. بهم گفت درباره آینده باش صحبت کردی. چند نفر میشناسه که نسبت به گذشته مشکل دارن؟ یا خودشونو میخوان تو گذشتهشون پیدا کنن؟ بینی خیلی از آدمایی که اینجا اومدن بدون اطلاع خانواده‌شون اومدن فقط به این خاطر که نسبت به آینده خوشبینن. میدونم منظورت با منه. من منظورت از منصرف کردن فهمیدم. ولی این حرفا مال گذشته است. نمیخوام در موردش صحبت کنم. چه سالی تو گذشته داره اینطوری اذیتت میکنی که خودتو جای جنین به دنیا نیومده میذاری و مادرشو از آینده میترسونی؟ شاید یه روز جواب این سوالتو بدم. اما الان در مورد اون جنین متولد نشده بهش فکر کن. کجا داری زندگی میکنی؟ به اون مادر زغزده بگو فرصت بیشتری به سرنوشت خودش بده. من هر کاری از دستم برمیاد براش انجام میدم، اما بعضی موقعا یادم میره یه پزشکم. بعد از خودم میپرسم اگه من بودم چه کار میکردم. الو، سلام، من ترانم. میخواستم اگه اشکالی نداره ببینمتون. باید با یه نفر صحبت کنم. راستش منم بدم نمیاد با یکی غیر از خودم حرف بزنم. دیدی عزت خانم چه خاکی به سر بچه هم شد؟ تو رو خدا ما رو دعا کن. دعا کنین تو رو خدا، دعا کن دختر من رو دعا کن. خیلی ممنون عباس آقا، دستتون درد نکنه. یه پس کلید منه بگی برو زودتر در وا کن، ممکنه مردم بیان الان. یه مادر چرا مکس میکنی؟ چرا وایسادی؟ میام الان مامان. کجا میری مریم؟ حدس میزد شما یه چیزایی فهمیدین، ولی میگفت تا بعد از عمل کسی چیزی ندونه. شما که بهتر از من میشناختیدش،
یه کاری رو تموم نمیکرد آروم و قرار نداشت. زمین کوچیکرم برای همین فروخت. همه کارو بعد تو این سه روز میشد. منم رفتم تهران که خواست اونو اجرا کنم. همه چی عوض شد. من بعد بشینم به یه سری چیزایی که چه میدونم عرف و غیر عرف و هزار تا چیز دیگه جواب پس بدم. آقا جون، من عروس این خانواده بودم. تا وقتی هم که یه زندگی دیگر رو شروع نکنم اسم حامد بالا سر منه. واسه همینم میخوام بچه حامد تو بغلم باشه. مریم جان ببخشید، تموم شده حاج محمود، پشت بریم. سادات اصلا برای من نمیخوام. بشین ببینم چی میگی. حاجی نمیخوام. سادات داره راجع به بچه حامدمون صحبت بکنه. سادات 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 بایست ببینم. سادات آخه بابا تو چی میگی؟ این بچه این پدر و مادر رو دست من، من فردا چجوری بزرگ کنم؟ بچه ارزخور میخوای مگه؟ ارزخور چیه بچه ها؟ بچه من نمیتونم، نگم دارم، من نمیتونم. آقا نمیتونم شده بایست همو جمعا بیم. ببخشید دخترم، یه دو روزی آرز خوبی نداره، تو دلگیر نشو. ما هر دو دیگه پیر شدیم، نمیتونیم بفهمیم این چیزا چیه. حالا نمیدونم باید شاد باشم از بچه دار شدن حامد یا اینکه. آقا جون، حامد میتونه بچه داشته باشه. فعلا خداحافظ. هنوزم سر تصمیمت هستی؟ بهش فکر میکنم. در مورد سخت به همسر چیزی گفتی؟ ببین میدونم با حرفای من قرار نیست که از تصمیمت برگردی، ولی اون حق داره که بدونه. اگه یه روز بفهمه که بدون اطلاعش بچه‌تون رو سخت کردی، مطمئن باش رابطتون کلن نابود میشه. اون هنوز از اصل ماجرام بیخبره. خب بهش بگو. اینجوری انگار یه رابطه جدید بینتون شکل میگیره. ولی من هنوز خودم نمیتونم بپذیرمش. خیلی چیزها رو داره بهم تحمیل میکنه. اشتباه نکن. این تحمیل نیست. خودتویی. نه تقدیره، نه سرنوشته. خودتی. شما خودتون بچه داری؟ نه. نمیتونم. یعنی این لطف شامل حال من نشد. من تغییر نمی کنم. همیشه یه چیزم. خیلی دلم میخواست. ممنون. سرنوشت دیگه اینجوری خودش رو تحمیل میکنه. چجوری باش کنار اومده؟ به خاطرش خیلی اشتباه کردم. میدونی دنیا بدون بچه اصلا برام مفهوم نداشت. خیلی کار میکردم فقط به خاطر اینکه فراموش کنم. یه کاری کردم از همسرم جداشم. یعنی مجبورش کردم. خلاصه همه چیزو به هم زدم. خوب که همه خرابکاری رو کردم. یه روز صبح بیدار شدم گفتم این تویی داری همه اطرافتو خراب میکنی؟ کلی دلم به حال خودم سوخت. بعد تصمیم گرفتم همه چیزو درست کنم. اون وقت درس موندم، تخصص گرفتم. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خوشحال شدم. منم همینطور. خدا. خدا.
اینجا چی کار میکنی؟ ترسیدم. سلام، حالت چطوره؟ خوبه. نمیدونستم دوست داری در رو برام باز کنی. این گلا خیلی خوشگل افتاده بودن. چیه از دیدنم خوشحال نشدی؟ این دفعه زود برگشتی. یادت رفته آخرین بار چجوری با هم دیگه حرف زدیم؟ من ازت کار اشتباهی کردم؟ نه. هومن چقدر میمونی؟ میمونم. برنامه‌ام تغییر کرده. لازم نیست تو برنامه تو کم کنی. روزا خونه نمیمونم. سلام آقا جون. سلام بابا. چرا نمیای تو؟ نه خوبه همینجا. باید برم زودتر. به همین زودی میخوای مثل غریبا برخورد کنی؟ آخه چیزایی که دارم میبینم به هم میگن یه غریبه شدم آقا جون. از مادرش دلخور نشو بابا. داغ دیده. دلخور نیستم. فقط بعد از زوری یادم رفت یه چیزی رو بهتون بگم. من هیچی نمیخوام. منظور چیه بابا؟ همین حرفایی که مادرم هم میزنه راجب ارث و میراث اولاد و نوه و این حرفا. کی گفته این چیزا مسئله است؟ کی تا الان اموالشو با خودش برده؟ من فقط خواستم که شما هم بدونین حاج خانم، من هیچ بدی ازشون ندیدم. شاید حق دارن، نمیتونن منو بدون پسرشون ببینن، ولی شما باید راضیش کنین آقای جون. من فردا دارم میرم بیمارستان. سلام. سلام. من فکر میکنم امروز یکم زیاده روی کردم. خواستم بابتش ازت معذرت بخوام. نه خواهش میکنم، من خیلی ناراحت نشدم. دلم برای مادرت خیلی تنگ شده، میخواستم بیام ببینمش اگه اجازه بدی. اون خیلی به من لطف داشت، نمیتونم فراموشش کنم. نمیدونم چیه که وادارم میکنه مدام به گذشته فکر کنم. به نظرم داری خودتو اذیت میکنی. این گذشته بالاخره یه روز باید تموم بشه. باید بتونی ازش بگذری. برای تو تموم شده؟ میخوای درباره‌اش حرف بزنیم؟ شما یه محفل خوب برای حرف زدن. ترانه میای؟
دیگه وقتی هستی که حرفی واسه گفتن نداری. مگه نمیگفتی همین جملات روزمره خودش مثل شعر عاشقانه است؟ بیا شام، قاب عینک منو ندیدی، من باید برم خونه مادرم. این جای یخیو چرا هیچ وقت پر نمیکنی؟ کنترل تلویزیون باتریش عوض شد. زیر بشقابیا کجاست؟ بدو دیر شد، داریم به مهمونی دیر میرسیم. لباس من مناسبه؟ کت منو نمیخوای اتو کنی؟ بالاخره میگین زیر بشقابیا کجاست؟ همون زیره، کشوی سوم. به، چه شامی؟ خواهش میکنم، به دست بخت شما که نمیرسه. تا حالا فکر کردی این جمله رو چند دفعه به هم گفتیم؟ بریم سر اصل مطلب. نگران وسط این حرفای روزمره گم بشیم. بعدم نمیاد از عادی ترین جمله هایی که بین زن و شوهر رد و بدل میشه یه کتاب بنویسم. اون موقع که دیگه همه حرفای عادی میزنن و حرفای مهم گفته نمیشه. مهم اینه که تو الان اینجایی. این جمله رو میخوام اول کتابم چاپ کنم. سلام. سلام. اینجا صبونه های خیلی خوبی داره. گاهی اوقات بچه ها رو که میرسونم اگه فرصت کنم یه سر بیام اینجا با خودم خلوت میکنم. جالبه. میخوای بدونی چطور با گذشته کنار اومدم؟ من باید هر طوری که بود اون زندگی رو نگه میداشتم. 10 سال قیمت سنگینی برای رسیدن به این نتیجه. اما حس میکنم اشتباه کردم. باورت میشه؟ خواست ما برای بچه دار شدن شده بود یه اصل و من نمیتونستم. تو هم فقط بچه خودتو میخواستی. نمیدونم چرا، ولی انگار یادمون رفته بود برای چی ازدواج کردیم. من دنبال مقصر نیستم. ولی من هستم. خودمو نمیبخشم. و الان فکر کن، میدونم بچه ها تو دوست داری، خانواده برات مفهوم داره، اما اون موقع با من این شرایط رو نداشتی. من هنوزم به خاطرات گذشتمون احترام میذارم. در مورد تو هم میدونم که اینقدر نسبت به خودت شناخت داری که بدونی الان پدر یه خانواده هستی که همیشه آرزوشو داشتی. بهتر هر چی زودتر با این گذشته کنار بیای. اون موقع بهتر میتونیم به خودمون احترام بذاریم. خیلی خوب. کار من دیگه شروع شده. ممنون از پذیراییت. من میمونم. بله؟ من بهروزم. همه حرفای مربوط به گذشته رو که تو خیلی دوست نداری گفتیم. فقط یه چیزی باقی موند که من باید بگم. علت این که میخواستم پدر بچه خودم باشم و با پیشنهاد تو که فرزند خونده داشته باشیم مخالفت میکردم برمیگرده به سالهای خیلی دور. تو این دنیا من فقط بهروزم. اسم خانوادگیم مال مرد خیریه که منو بزرگ کرد.
فقط تو منو به اسم خودم صدا میکردی. مدت ها بود کسی بهروز صدا نکرده بود، حتی مهتابم میگه کس رو. برای همین از مریضت مریم پرسیدم که جواب سوال اون بچه رو چطوری میخواد بده. من این سوالو کردم و زندگی خودم و اون مرد خیر رو به هم ریختم. حالا من کسرام، خودم نیستم، ولی دکتر کسرا هستم، چون همه اینطوری میخوام. نه خستگی نیست، من کارم سنگینه، این مدت مسائل شخصیم زیاد بوده، واسه همین میخوام کارم رو سبک کنم. میدونم شما خیلی رو کار من حساب کردین، ولی سمیرا همه کارهای منو بلده. این مدت که من گرفتار بودم خیلی بهم کمک کرد. یعنی بیشتر از این نمیتونستم برات مایه بذارم. یکی راجع به من اینجوری تبلیغ کرده بود، الان داشتم تو فیگارو کار میکردم. خب نظرش چی بود؟ مدیرا که نظر ندارن، اونا کار میخوان. با این زری پوشی که تو داری اگه یک کم تمرکز داشته باشی دیگه لازم نیست شب و نصف شب به من زنگ بزنی. بله خانم دکتر جاهد، یه خانمی هستن اصرار دارن شما رو ببینن. بفرمایید. ممنون. خواهش میکنم. سلام. من هنوزم دلم میخواد همه چی اشتباه باشه، اما برای اینکه مطمئن شم اومدم معاینه‌ام کنی. خوش اومدین. بفرمایید. این تنها راهیه که شما رو به نتیجه میرسونه. هیچ موقع موضوع رو با خانواده شوهرتون در میون گذاشتین؟ اونا میدونن. نظری ندارن؟ چیزی نگفتن. خیلی خوب میتونی بلند شی. یه چند تا آزمایش برات می‌نویسم، از ماه دوم میتونی صدای قلب بچه‌تو بشنوی. بله خانم شریفی، من گفتم مریضه. بیا تو مریم جان. دکتر کسرا میگه باید بریم حکم قضایی بیاریم. میگه رضایت جد پدری چون در قید حیات شرطه. چه میدونم، میگه دادگاه باید بر بچه قیم تعیین کنه. میفهمم من. چه قانونیه؟ یه جا مرگ یکی مسئله است، یه جا دیگه زنده موندن یکی دیگه. مگه پدر حامد موافقت نکرده؟ نمیدونم. اگه قضیه مال دنیا در میون نباشه شاید. باشون در میون گذاشتی؟ گفتم دیشب. حالا دوباره باز باید برگردم برم اونجا. سلام. اگه بخوای من میبرمت، من اون جاده رو خوب بلدم. اون شب تو این جاده تو تنهایی چی کار میکردی؟ اون چیزی که تو دنبالش هستی و من میخواستم ازش فرار کنم. دنبال یه جایی میگشتم که بتونم بلند بلند سر خودم داد بزنم. چه فکر خوبیه داد زدن.
آقا جون. شما از اون جوا بردی بیار. آقا جون. بذار فقط اون جوا تایی با. بله. فکراتونو کردین؟ چه مهلت کوتاهی به هم دادی. آقا جون. ببخشید. اما هرچی این کار زودتر بشه اون وقت حرفایی که شما و بقیه اینقدر ازش میترسینم کمتر میشه. خب اگه من چقدر برام فرصت مونده که یه زندگی جدید رو شروع کنم؟ من میتونم بدون فکر و خیال حامد زندگی کنم. من جوابتون رو میخوام. آره یا نه؟ با مادر حامدم صحبت کنین. من دارم بخواد این کار با رضایت شما بشه. به هر حال بچه من وقتی به دنیا بیاد فامیلی شما روشه. من بهش افتخار میکنم. ولی دلم میخواد نه فقط فامیلیتون، که سایتون رو سر این بچه‌ای که میخواد به دنیا بیاد باشه. کدوم پدری که نخواد نوشه ببینه؟ هرچی که تو بخوای، هر کاری میخوای بکنی بکن. من تو آخرش هستم، تا زمانی که زنده. آقا در دسترس نیستین. مشکل از صنایع ساخت بشره، نه قصد و غرضه. میتونی داری میای خونه یکی از این مصنوعات ساخته بشر به نام دوربین فیلم برداری و بخری؟ یه خوبشو سعی میکنم. سعی کافی نیست، انجامشه که مهمه. کی اومدی؟ اصلا نفهمیدم. ساعت خواب اینجا که یه ساعت میخوابم انگار یه روز خوابیدم. دوربین رو دیدی؟ خوبه؟ رضایتت جلب شد؟ آره ممنون. دوربین برای چی میخواستی؟ میگم بهت. خیلی هم که عجله داشتی. شارژ داره؟ آره شارژ داره. اتفاقا کار کردن باش خیلی هم راحته. سبکم هست. آره اینا که روز به روز سبکتر میشه و کیفیتش هم بهتر میشه. یه خود از این بخور، خوشمزه است. بذار ازت فیلم بگیرم.
نه بابا فیلم دیگه برای چی؟ نمیخوای؟ لباسم خوب نیست. چرا رفتی؟ میخواستم یه چیزی بهت بگم. حالا نمیخواد فیلم بگیری؟ چرا؟ باید فیلم بگیرم. آماده ای؟ من حاملم. نمیشه بریم تو؟ نه نمیشه، متاسفم. چطور مریم جان؟ خوب. خیالت راحت باشه، دکتر پیمان کارشو خیلی خوب بلده. خیلی خوب، همه چیز خیلی خوبه. مریم خانم هم همچنان تحت نظر ما باقی میمونه. دیگه باید دنبالی اسم باشی. تبریک میگم.